سیل و در بزرگترین اردوگاه آوارگان سودان جان هزاران نفر را به خطر انداخته است. همکارم از وضعیت این اردوگاه گزارشی تهیه نموده که با هم میبینیم. در اردوگاه زمزم سودان که بیش از 500 هزار نفر به سر میبرند، تصاویر ماهواره ای حاکی از آن است که مناطقی از این اردوگاه زیر آب رفته و در چنین شرایطی مردم ساکن اردوگاه کمکی دریافت نمی کنند و خطر بیماری های واگیردار آنها را تهدید می کند. بر اساس تصاویر ماهواره منتشر شده در روز جمعه دوازده مرداد یک اردوگاه قهدی زده در منطقه دارفور سودان که با حجوم جدید آوارگان روبروست تحت تاثیر سیل قرار گرفته و آب آشامیدنی و تأسیسات بهداشتی آن در خطر آلوده شدن قرار دارند. یافته های بخش تحقیقات بشر دوستانه دانشکده بهداشت عمومی ییل نشان می دهند که توالت ها و نه مرکز از 13 مرکز تأمین آب در اردوگاه زمزم در دارفور شمالی زیر آب رفتند و خطر ابتلا به وبا و سایر بیماری ها در این منطقه جنگ زده که مردم ساکن آن از سوی تغذیه رنج می‌برند، افزایش یافته است. این اردوگاه که میزبان حدود 500 هزار نفر آواره داخلی است با فرار مردم پس از درگیری های ارتش سودان و شبه پشتیبانی سری از آوریل 2023 تا کنون پر ازدهام تر شده است. تصاویری که توسط محققان دانشگاه ییل مورد بررسی قرار گرفتند، سیلاب قهوه‌ای رنگی را نشان می‌دهند که توالت‌های در فضای باز و مناطقی را که مردم در آن صف می‌کشند زیر آب برده است. زمزم یکی از بزرگترین اردوگاه آوارگان در سودان است و برخی از مردم بیش از دو دهه است که در آن زندگی می کنند. اردوگاه زمزم در طول اولین جنگ داخلی بزرگ دارفور در سال 2003 تأسیس شد و در نزدیکی الفاشر مرکز دارفور شمالی تنها مرکز تجمع شبه نظامیان پشتیبانی سری در سر سر دارفور قرار دارد. این هفته دست کم 65 نفر در محاصره این شهر توسط شپنظامیان پشتیبانی سری کشته شدند. فعالیت بیمارستان اصلی شهر نیز پس از حمله شپنظامیان قطع شده است. سازمان پزشکی پزشکانه بدون مرز گفت که نیروهای شپنظامیان پشتیبانی سری کامیونهای خود را در جاده خارج از الفاشر نگه داشته است و از رسیدن دارو و غذا به شهر جلوگیری کنند.